سلام، عرفان بیک هستم، با آسام مدیا در خدمتتون هستیم تا بپردازیم به موضوع اساطیر ایرانی. در این قسمت قصد داریم بپردازیم به دوره نخست آفرینش، یعنی 3000 سال اول. بخش اول، دنیای روشنایی ها، نیکی ها، قلمروی اورمزد، امشاسپندان. اورمزد در ابتدا دست به آفریدن امشاسپندان میزنه. امشاسپندان مظاهر و جلوه های خود اورمزد هستند. امشاسپندان هر کدامشان دشمن مستقیمی در میان لشکر دیوان داره. تعداد امشاسپندان 6 تاست، اما عده‌ای معتقد هستند که تعدادشون 7 تاست و ایزد سروش رو یکی از امشاسپندان میپندارن و عده دیگری هستند که معتقد هستند که خود اورمزد یکی از امشاسپندانه که در رأس اونها قرار داره و نخستین امشاسپندی که میآفریند سپند مینوست. همونطوری که ملاحظه میفرمایید در تصویر اسامی مابقی امشاسپندان رو براتون نوشتیم تا ملاحظه بفرمایید. این اسامی به ترتیب کارکرد و اهمیت این امشاسپندان ذکر شده. خب، بعد از اینکه اورمزد امشاسپندان رو میآفریند دست به خلق ایزدان میزنه. ایزدان در جبهه مقابلشون دیوان قرار دارند که جایگاه اونها در جهان اهریمنی است و آفریده های خود اورمزد هستند. ایزدان تعدادیشون از زمان پیش از زرتشت وجود داشتند، مثل ایزد مهر، تیشتر، بهرام، رپیسفین یا وای. عده‌ای از ایزدان هستند که از دل آیین‌های دینی برآمدند، مثل ایزد آتش و ایزد هوم، یا عده‌ایشون هستند که یک جلوه طبیعی رو تداعیگر هستند، مثل ایزد خورشید و آسمان، و عده دیگری هستند که ایزدهایی هستند که از دل قهرمان‌ها هستند و ویژگی‌های مینووی دارند. و یک صورت دیگری از ایزدان هستش که اورمزد خلق می‌کنه، ایزدانی هستش که تداعی یک مفهوم اخلاقی یا انتزاعی رو دارند، مثل ایزد راستی. ویژگی این ایزدها ورای انسان هاست. مثلا ایزد مهر دارای 1000 گوش و 10000 چشم است، یا ایزد بهرام که میتونه به صورتهای گوناگونی در بیاد. البته عده‌ای معتقد هستن که جهان ذاتاً این گونه خلق شده که جهان مینووی صورت گیتی به خود گرفته است و به این سببه که موجودات آسمانی میتونن صورتهای مادی به خود بگیرن. در ادامه، ایزدهای مهم بر گردونه سوارند، گردونه هایی که 4 اسب اونها رو هدایت میکنه، که هر کدوم از این اسبها تناسبی با صفات خدای گردان ران آن را دارند. مثلا 4 اسب گردونه ی آناهیتا باران و ابر و برف و تگرگ هستش. همینطور که ملاحظه میکنین در ادامه داره براتون اسامی و القاب بقیه خدایان در تصویر ذکر میشه. بخش ب، دنیای تاریکی ها و بدی ها، قلمروی اهریمن است. خب، در اوستا و کتاب های پهلوی همانطوری که به موجودات در واقع اهورایی و آفرینش مینووی پرداخته شده، به اون وضوح به بحث اهریمن و دیوان پرداخته نشده. اما همانطوری که بدی در برابر خوبی وجود دارد، اهریمن و دیوان در برابر اورمزد قرار میگیرند. برای هر کدام از امشاسپندان و ایزدان یک هماورد و رقیبی در لشکر دیوان وجود دارد. قلمروی اهریمن به دو دسته تقسیم میشه. دسته اول دسته سردیوان هستند. سردیوان سرکرده دیوها هستند که در برابر امشاسپندان قرار دارند و در رده نخست دیوان قرار میگیرند. این عده تعدادشون 6 تاست، ولی به قولی همانطوری که عده‌ای معتقدن که امشاسپندان 7 تا، معتقد هستن که دیو سردیوان هم 7 تا، که اسامیشون به ترتیب در تصویر ملاحظه می‌فرمایید. دسته دوم دسته دیوان و دروجان هستند. این دسته
در برابر ایزدان قرار دارند و شخصیت میگیرند و جلوه های زشت و صفت های ناپاک رو در بر دارند. دسته دیوان و دروجان هم سلسله مراتبی مانند ایزدان داره که هر کدومشون بر اساس قدرت عملی که داره مقام و جایگاه بالاتری پیدا میکنه که به ترتیب مقامشون اسامیشون در تصویر برای شما داره ذکر میشه. به بخش پایانی این مقاله رسیدیم و بحث با این مطلب به اتمام میرسه که پایان 3 هزاره اول و آغاز 3 هزاره دوم، برخورد دو نیرو. در دنیای نیکی و روشنایی، اورمزد به همه چیز آگاه است و از حضور و وجود دنیای تاریک اهریمن و بدی مطلع است. اما اهریمن که مظهر نادانی مطلق است، از وجود و حضور جهان دیگری به جز جهان تاریک خودش بی اطلاع است، مگر آنکه نوری به جهان آن بتابد و او را مطلع کند از جهان دیگری. اورمزد با دانشی که داره و با این فلسفه که اگر با اهریمن و جهان بدی کاری نداشته باشه، بدی جاودانه خواهد بود، با این نگرش و این دید سعی بر نابودی اهریمن و جهان بدی دارد. بر طبق این اساس او می‌داند که اگر اهریمن از وجود و حضور دنیای روشن او آگاه شود و تا ابد بخواهد در نبرد با او قرار بگیرد، جهان روشنایی را و هستی را نابود می‌کند. برای همین برنامه‌ریزی می‌کند تا رفته رفته نیروی اهریمن رو تحلیل کنه، چون اگر اهریمن از حضور و وجود دنیای روشنایی آگاه بشه و نیروی استفاده نشدهش رو به یک باره به آن بتاباند، جهان روشنایی رو به کلی نابود خواهد کرد و همیشه تهدیدی برای هستی خواهد بود. به همین خاطر نقشه‌ای میکشه تا اهریمن رو به نابودی بکشونه. نقشه اورمزد از این قراره که فروغ نوری رو به جهان تاریک اهریمن میفرسته. اهریمن که از وجود و حضور جهان روشنایی آگاه میشه، به سرعت به سمت روشنایی میتازه. اورمزد توانایی متوقف کردن اهریمن در مرز دنیای روشنایی رو داشته و داره، اما به این دلیل این کار رو نمی‌کنه، چون اگر نیروی اهریمن استفاده نشه، همیشه تهدیدی برای دنیای روشنایی محسوب میتونه بشه و میتونه هستی رو به چالش بکشه. به همین خاطر او را متوقف نمی‌کنه. میذاره اهریمن به جهان روشنایی بیاد، به او پیشنهاد آشتی و دوستی میده، ولی با یک شرط که اهریمن بپذیره و اورمزد و جهان مینوی او رو ستایش کنه. اهریمن به دلیل پستانشی که داره این پیشنهاد رو رد میکنه. اورمزد پس از این پیشنهاد دیگری به اهریمن میده که تاریخی رو مقرر کنند و زمانی رو مشخص کنند برای دو نبرد، یک نبرد نخستین و 9000 سال پس از آن یک نبرد واپسی، تا در این مدت نبرد بین آنها ادامه داشته باشه و رفته رفته نیروی اهریمن تحلیل شود، به بند کشیده شود و نابود شد. اهریمن این پیشنهاد اورمزد رو میپذیره. پس از آنکه میان اهریمن و اورمزد پیمان بسته میشه، اورمزد در جلوه موبدی دعای راستی یعنی اهونبر رو میخونه که این دعا مقدس‌ترین دعای زرتشتیه، دعایی هستش که در ستایش راستی هستش و مقدس‌ترین و رکن اصلی این دین هستش. اهورامزدا این دعا رو میخونه و پس از آن اهریمن بیهوش میشه، به دوزخ میفته، به طوری که اهریمن در طول 3000 سال دوم در تمام مدت در دوزخ بیهوش میمونه و در 3000 سال دوم اثری از اهریمن دیگه نیستش. خیلی خوشحال شدم که این مقاله رو گوش دادید. با
ما همراه باشید، کانال ما رو دنبال کنید، پیج ما رو دنبال کنید، سایت ما رو دنبال کنید و در ادامه با ما همراه باشید، چون کلی از این داستان‌های اساطیری براتون قراره تعریف کنیم.